هشتمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام امروز در شهر برلین شروع به کار کرد و آنچه که در افتتاحیه این کنگره بسیار حائز اهمیت بود سخنرانی وزیر خارجه آلمان آنالنا بربوک بود که در رابطه با کشورهایی که هنوز حکم اعدام در اونها اجرا میشه به ایراد سخنرانی پرداخت و همچنین در رابطه با ایران نقد آتشینی کرد و گفت که جمهوری اسلامی از حکم اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب مخالفین استفاده میکنه در شرایطی که الان معترضین در کف خیابون‌ها هستند جمهوری اسلامی از این حکم اعدام استفاده میکنه تا صدای اونها رو خاموش بکنه و اشاره به این کرد که به هیچ وجه آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده در این روزها قابل قبول نیست و گفت که دولت آلمان به همراه اتحادیه اروپا بر روی این کار میکنند که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار بدن و همچنین گفت که تحریم‌های بیشتری رو بر علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه و این کنگره تا روز جمعه در قالب میزگردها و همچنین ورکشاپ‌هایی به کارهای خودش ادامه میده و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی هم در اینجا حضور دارند نماینده‌هاشون و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم فردا به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت در یک میزگرد و احتمالاً سخنان او هم در رابطه با وضعیت کنونی ایران و برخورد جمهوری اسلامی با معترضینی هست که در کف خیابون‌های ایران هستند.